لایوامون در اینستاگرام یک پرسشی کردم بانو لاری، مبنی بر این که شما که خارج از کشور نشستید چرا به مجامع بین المللی اطلاع رسانی نمی کنید؟ اولا این که شما بهتر بود پرسش می کردید که آیا تا الان اطلاع رسانی کرده اید یا خیر، و اگر پاسخ ما منفی بود بعد سوال دوم رو مطرح می کردید و فکر کنم پاسختون رو دریافت کردید. یکی از مواردی که آقای قاسمی در رابطه با شهرام شارلاتان عنوان کرد که نشسته پای فلان و بیسار، آقای همایون برای رسیدن به آزادی اونم در زمان جنگ، شما که میای میگی به هوشنگ امیر احمدی آقای دکتر من خودم این کارم، باید بدونی برنامه ریزی روی چه فکت هایی میشه انجام داد که ملموس باشه و قابل استفاده باشه. اینکه شما بیای بری فالوور بخری برای یوتیوب 2000 نفر، بعد بشینی در طول 3 ساعت برنامه بگی استیکر بخر، یه جمله هم درست تا آخرش نگی، هی بگی چاکرم سیاه بچه، قربون شما، فدش شما، دست به مرد نکنه، قربون شما، آخر برنامه هم بگی همه این دست درد نکنه شد 280 دلار، با این نمیتونی انقلاب بکنی، چون پاشنه رو ور کشیدی برای این که به اسم 1,000,000 دلار فایلیزین 40,000 دلار، 50,000 دلار، 100,000 دلار کیسه مردم رو خالی کنی بریزی تو جیب در بگی مردم پول ندادید دیگه، قرار بود 1,000,000 دلار بدید انقلاب کنم، چون 100,000 دلار شد نتونستم انقلاب کنم، پس این 100,000 دلار میره پیش همون پول بنزه، میره پولش پیش همون سکه های تقلبی که بتون انداختم. آقای شهرام همایون، رسانه ای رسانه انقلابیه که چه در داخل ایران چه در خارج از ایران مخاطب داشته باشه و مخاطبش بچه 8 ساله باشه. مخاطب 8 ساله ای ما داریم که زبان فارسی رو خوب نمیفهمه، انگلیسی صحبت میکنه. مخاطب 8 ساله‌ای داریم در داخل ایران که پیام میده شما دارید خیلی زیاد میجنگید، مواظب خودتون باشید. شما بیا برو تو کل این مخاطبات، کل هوادارات، کل طرفدارات، از اون بزرگ بزرگش تا این کوچیک کوچیکش بگرد، اگر یه مخاطب 90 ساله این مدلی مخاطب 8 ساله ما داشتی، ما در تمام سیستممونو کرکراشونو میدیم پایین، میبندیم میریم دنبال زندگیمون، خجالت بکشید. فقط خواستم اینو برای روکم کنی بهت بگم که خجالت بکش. میتونیم این ادعامونم ثابت کنیم، با صداش بهت ثابت کنم، چه به زبان انگلیسیش چه به زبان فارسیش میتونیم بهتون ثابت کنیم. خواستیم با ویدیو. آقا خجالت بکشید، شما نیومدید برای انقلاب، شماها رو به قول خود فرستادن که انقلابی نشود. خب اما نامه استعفای وزیرم بهش رسیدیم، بریم ویدیو آقا قاسمی رو ببینیم یه بار دیگه، برگردیم. بذار من قبل از اینکه بریم ویدیو رو، من یه حرف بذار اینو من پاسخش بدم، چون شارلاتان منصور اینها که به قول معروف این ور پرده نمیان که با ما صحبت کنن، معمولا هم پشت پردهشون، از پرده به این ورم جرئت نمیکنن پاشونو بذارن، هم پشت پرده با رزماردا و مزبارا و کنگلو اونجا به هر حال خونه تیمی درست کردن. ولی اینی که صحبت میکنه همیشه میگه که برای مبارزه یک رسانه قدرتمند نیازه و بیاید پول بدید به من که رسانه قدرتمند ایجاد کنه، آقا شارلاتان رسانه قدرتمند داشته باشی که حشمت رئیسی بیاد حرف بزنه، آذر ماجدی بیاد حرف بزنه، علی جوادی بیاد حرف بزنه، اسماعیل نوری‌علا بیاد حرف بزنه، فواد توفتفو بیاد حرف بزنه، زینا عراقی بیاد حرف بزنه. آخه چه حرف جدیدی دارید شما که توی این 20 و چند سال ملت نشنیدند؟
چه حرف جدیدی داره اسماعیل نوری علایی که هفته پیش توی تلویزیون شراب شارلاتان بوده با این هفته که میخواد بیاد چه چیز جدیدی میخواد بیاد بگه؟ لولا آفتابه جمهوری اسلامی چه چیز جدیدی داره؟ خود شارلاتانه چه چیز جدیدی داره برای ملت ایران؟ آخه ببین وقتی صحبت شما میکنید رسانه، بله درسته مبارزه باید رسانه داشته باشه، اما رسانه و رسانه ها توسط مافیای رسانه که قبلا ویدیوشو پخش کردیم پروپاگاندای رسانه چگونه انجام میشه، اینا در کنترل اون مافیا هست. دوستان هر کسی ادعا کرد من بنداد جمهوری اسلامی هم، مخالف 100% جمهوری اسلامی هم، شب و روزم رو گذاشتم که جمهوری اسلامی بیفته و در یک کدوم از این رسانه ها فرق نمی کنه، از آیت الله بی بی سیش بگیر تا همین دوزاری های لس آنجلسیش بزنه بیرون، اگر در این رسانه ها برنامه داشت اجازه دادن برنامه اجرا کنه بدونید دروغ میگه. امکان نداره شما مخالف سیاست مافیای جهانی باشی و این مافیا اجازه بده شما در بخش رسانه‌ایش فعالیت کنی. امکان نداره. مگه خسرو صمدیش نبود؟ مگه وقتی توی فیسبوک و این برنامه برنامه میذاشت همچین نمیگفت جاوید چاکی موهاش میپرید بالا؟ ولی چرا وقتی رفت توی تلویزیون شهرام شارلاتان مثل بوز اخوش آخر برنامهاش جاوید چاکی رو خورد؟ چرا باید به تملق اقدس پشکویی رو بده؟ چرا یه انچوچک دوزاری مثل کلاغ باید بشه رئیسش؟ چون مافیای رسانه‌ای مهره‌هایی رو وارد میکنه که این مهره‌ها تبعیت کنن از سیاست خودش. مگه شاهزاده هم حمله کنه؟ اون قارقارکی که میاد قارقار میکنه توی اون ایران آریایی و امثال اینها باید در اون چارچوب مافیا. دوستان جان کماکون، کاش این ویدیو یه بار دیگه در دستت بود، ویدیو چیز رو میذاشتی پروپاگاندای رسانه‌ای رو. من که گفتی نمیخوام پاکش بیارم. الان نمیتونی بیاریش؟ چرا شما بخوای میاریم؟ دوستان اینو بهش آقا بدبختی ما مردم ایران اینه که میبینیم میشنویم ولی نمیفهمیم و یادمون میره. هیچ رسانه فارسی زبانی، اینو من دارم میگم، رستاخیز سیمون داره اعلام میکنه، هر کدومشون ادعا کردن بیان اینجا تا بهشون ثابت کنیم دروغ میگن. چند مافیای ستلایت وجود داره در دنیا که این مافیا هفته این مافیای ستلایت زیر مجموعه مافیای جهانی هست. خب ابزار این مافیان توی اروپا دارید میبینید، توی آمریکا دارید میبینید، اینها اون رسانه هایی که شما میبینید ابزار مافیان، و این مافیا هرگز اجازه نمیده از ابزارش مخالفش بیاد حرف بزنه. همشون هم صحبت از دموکراسی میکنن اما دارن دروغ میگن. چرا؟ چون تو این ویدیو حالا جان کمپول آمادهش میکنه میدارید میشنوید. آماده است، جفتش آماده است. اون تلویزیون ایران آریایی یا اون یکی یا این یکی که میگن ما تلویزیون مردمی هستیم با کمک مردم داریم میشنویم، دروغ به ما میگن. همونقدر که احمد جنتی مردمیه، همونقدر که مجلس جمهوری اسلامی مردمیه، همون اندازه هم رسانه های خارج از کشور مردمیه. فکر کنید جمهوری اسلامی هم حرفش درسته، یا با نمایندگان رو مردم دارن انتخاب میکنن، پس مجلس مردمیه. شهرام شارلاتان و اون یکی قاد و این یکی هم میگن آقا این تلویزیون مردم دارن کمک میکنن، پس تلویزیون مردمیه. ولی اون زمانی که جمهوری اسلامی نیاز داره، اون زمانی که مردم در آبان ماه اومدن توی 150 شهر ایران فریاد زدن رضا شاه روحت شاد، بی ناموس هایی مثل شهرام شارلاتان اومدن مردم رو سانسور کردن. یادتونه؟ مگه مردم بدبخت ایران سه ماه پیش نیومدن توی خیابون؟ مگه نریختن؟ مگه حقشون رو نخواستن؟ چرا سانسورش کردی آقای شهرام شارلاتان؟ چرا سانسورشون کردید رسانه های فارسی زبان؟ که حالا امروز بشینید بگید مردم رو ویروس گرفته، ایران رو ویروس گرفته، بیایید به ما پول بدید، ما رسانه قدرتمند درست کنیم جمهوری، مثل آخوند دارید دروغ میگید. شما تخمتون تخمه همون چیزی که پشت پرده کاشتن. اومد از احمق هایی که اینو میگم احمق، چون احمق هم اون کسایی که توی فضای مجازی هستن میان و اراجیف این اراتل اوباش رو منتشر میکنن. یارو خودش تو مناطو رسانه داره، رسانه مناطو در اختیارشه، بعد احمق بیشور توی فیسبوک میاد لینک مناطو رو پخش کنه.
یارو تو ایران اینترنشنال برنامه داره، رسانه است. اون وقت این احمق به اسم مخالف جمهوری اسلامی میاد اونو یلک میکشه و براش پخش میکنه. صدای آمریکا هم به همین صورت، بی بی سی هم به همین صورت، شرم شالاتون هم به همین صورت، اون یکی قاز هم به همین صورت. ما کی میخوایم این چیزا رو بفهمیم؟ ما کی میخوایم بفهمیم که کشورمون گروگان گرفته شده، مردم ایران گروگان مافیای ایران ستیز شدن؟ بابا شاهنشاه 40 و چند سال پیش در آمریکا گفت رسانه های یهودی اوشون گفت، من نگفتم، گفت مافیای رسانه ای 40 و چند سال پیش. حالا آخر این برنامه صحبت چه میشنه؟ خب شما چرا فکر میکنید اون مافیای رسانه ای عوض شده، دلش میسوزه برای مناطق ایرانی؟ چرا اینجوری فکر میکنید؟ چرا فکر میکنید کمپانی ستلایت هاربر دلش سوخته برای سیاست که در ایران داره اجرا میشه و دوست داره این سیاست برگرده؟ چرا اینجوری فکر میکنید؟ تا کی ما این میخوایم این دور باطل رو بکشیم؟ اون وقت 4 نفرن که مثل ما بیان حرف بزنن، به جایی که بیاید اینو حمایت کنید، این صدا رو پخش کنید. اصلا نکنید صدای منو مهران کمالپور پخش نکنید. لااقل اون چیزی که میبینید کلیدیه اونو برید پست کنید، اونو برید تو صفحه خودتون پخش کنید. لااقل این کارو بکنید، بایکوت کنید. اون کسی که میاد مال رسانه‌های فارسی زبان مثل بی بی سی و ایران اینترنشنال و مناطق رو توی گروهاتون میذاره، ادمین‌ها اینا رو بایکوت کنید، بلاک کنید، چون اینها به اندازه کافی رسانه دارن. شما حمالی نکنید برای اینها. این خیلی سخت فهمیدن این. خب وقتی مافیای جهانی سیاستشو پیاده میکنه، من و تو ایرانی هم میذاریم رو کولمون براش حمالی میکنیم، چه غمی دیگه باید داشته باشه؟ گرفتاری اینجاست. این ویدیو مافیای رسانه‌ای رو یک بار دیگه با دقت نگاه کن دوستان. من اینجا متوجه میشی که رسانه مستقل وجود ندارد. چیزی به نام رسانه مستقل وجود ندارد. نگاه کن، من یه بار به خاطر اینکه تا سفر رو تنظیم کنم طول میکشه تحمل کنید، دوباره برمیگردم از اول ببینید. پروپاگاندا یا همون تبلیغات سیاسی. خیلی ها هنگام صحبت در مورد کشورهایی مثل کره شمالی، قزاقستان و کوبا از این اصطلاح استفاده میکنن. پروپاگاندا یا همون تبلیغات سیاسی. خیلی ها هنگام صحبت در مورد کشورهایی مثل کره شمالی، قزاقستان و کوبا از این اصطلاح استفاده میکنند. کشورهایی که از لنز رسانه‌های غربی استبدادی در نظر گرفته میشن. آزادی مطبوعات، آزادی اندیشه. اینها اصطلاحاتی هستند که افراد هنگام صحبت در مورد کشورهایی مانند ایالات متحده، فرانسه و استرالیا از اونها استفاده می‌کنند. به اصطلاح کشورهای مردم سالار. در سال همراه ادوارد هرمان کتابی با عنوان تولید رضایت منتشر کرد. اونها در این کتاب بر این مفهوم تاختند که رسانه‌ها به عنوان مهر تأییدی بر قدرت سیاسی عمل می‌کنند. رسانه ها به مردم اطلاعات میدن، به اونها خدمت میکنن تا ما بهتر بتونیم در فرایند سیاسی شرکت کنیم. در واقع رسانه ها رضایت ما رو تولید میکنن. اونها همون چیزایی رو به ما میگن که کسانی که در رأس قدرت هستن میخوان به ما بگن. در نتیجه ما میتونیم رفتاری سازگار و مقبول داشته باشیم. به کمک رسانه هایی که به عنوان ماشین تبلیغات سیاسی عمل میکنن، نمایش دموکراسی به روی صحنه میاد. رسانه ها از طریق 5 فیلتر عمل می کنن. اولین فیلتر به مالکیت مربوط میشه. رسانه های گروهی شرکت های بزرگ هستن. اغلب اونها جزئی از یک شرکت عظیم خوشه‌ای هستن. حتما می پرسیم هدف نهاییشون چیه؟ سوداوری. پس به نفعشونه به دنبال چیزهایی باشن که این سوداوری رو ضمانت می کنن. خبرنگاری انتقادی در رده نیازها و منافع شرکت در رده دوم قرار می گیره. فیلتر دوم وظیفه واقعی صنعت تبلیغات رو فاش می کنه.
هزینه ی رسانه خیلی بیشتر از پولیه که مصرف کنندگان اونها پرداخت میکنن. خب پس چه کسی این شکاف رو پر میکنه؟ آگهی دهنده ها. و آگهی دهنده ها برای کی این پول رو پرداخت میکنن؟ مخاطبان. و اینطور نیست که بگیم رسانه ها دارن به شما یک کالا، یعنی محصول آگهی دهنده ها رو میفروشن. اونها همچنین به آگهی دهنده ها هم یک کالا میفروشن، یعنی شما. صاحبان قدرت چطور رسانه ها رو اداره میکنن؟ جواب این سوال فیلتر سومه. خبرنگاری نمیتونه مهر تاییدی بر قدرت باشه، برای اینکه این سیستم همدستی و تبانی رو حمایت میکنه. دولت‌ها، شرکت‌ها، مؤسسه‌های بزرگ میدونن چطور در بازی رسانه‌ای شرکت کنن. اونها میدونن چطور روایت اخبار رو تحت تأثیر قرار بدن. اونها خبرهای دست اول رسانه‌ها، گزارش‌های رسمی و مصاحبه با کارشناسان رو تأمین می‌کنن. اونها خودشون رو در فرایند خبرنگاری به عنصری تعیین کننده و حیاتی بدل می‌کنن. پس اونهایی که دارای مقام قدرت هستن و اونهایی که در مورد اونها گزارش میدن، پشت پرده با هم سر و سری دارن. اگر شما بخواهین قدرت رو به چالش بکشین، به حاشیه‌ها رانده میشین و نامتون هرگز شنیده نخواهد شد. شما وارد بازی نمیشین و دسترسیتون رو به منابع و ماجراها از دست میدین. وقتی رسانه‌ها، خبرنگاران، افشاگران و منابع خبری از اتفاق نظر عمومی فاصله میگیرن، مورد رگبار انتقادات واقع میشن. این چهارمین فیلتر رسانه‌هاست. وقتی رویدادی برای صاحبان قدرت ناخوشایند باشه، شما خواهید دید که ماشین انتقادات فعال میشه، اعتبار منابع رو زیر سوال میبره، گزارش‌ها رو به افتضاح میکشه و جریان بحث‌ها رو منحرف میکنه. برای تولید رضایت شما به یک دشمن احتیاج دارید، یک هدف. این دشمن مشترک فیلتر پنجمه: کمونیسم، تروریست‌ها، مهاجران. یک دشمن مشترک، یک لولو خورخوره ترسناک به مهار باور عمومی کمک میکنه. پنج فیلتر: یک تئوری رسانه بزرگ. رضایت همواره در اطراف شما در حال تولید شدنه. بله دوستان، وقتی اعتراض کنی صداتو نمیذارن پخش بشه و در نهایت میکوبنه تا حذف شی. این قانون مافیای رسانه و مافیای قدرت در جهان هست. حالا هرچی ما بگیم باز بگید نه، این یه قانونه و نمیذارن صدای ما به جایی برسه. ما باید با هم باشیم. اینی که میگیم ما خودمون رسانه هستیم به خاطر همینه. سعید جان ویدیو تو بذارم؟ چون زمانم هستش، خیلی زمانم کمه. ویدیو رو بذاریم. امروز یکشنبه 13 بهمن ماه، دقیقاً 41 سال از ورود ویروس ملاکاریا توسط مافیای ایران‌ستیز به ایران میگذره. در طول این 41 سال قربانیان زیادی گرفته، این ویروس همچنان داره میگیره. اما چیزی که از همه مهمتره، ویروس کرونا در چین همونجوری که در جریان هستید، همه کشورهای دنیا به خاطر سلامت جامعهشون و مردمشون ارتباطاتشون رو امروز یکشنبه 13 بهمن ماه دقیقاً 41 سال از ورود ویروس ملاکاریا توسط مافیای ایران‌ستیز به ایران میگذره. در طول این 41 سال قربانیان زیادی گرفته، این ویروس همچنان داره میگیره. اما چیزی که از همه مهمتره، ویروس کرونا در چین همونجوری که در جریان هستید، همه کشورهای دنیا به خاطر سلامت جامعهشون و مردمشون ارتباطاتشون رو با چین قطع کردن. اما این وسط جمهوری اسلامیشون ماموریت در کشتار ملت ایران داره، دروازه های ایران رو به روی چینی ها باز کرده. حتی چند روز پیش به خاطر سال نو چینی، تور زمستانی گردشگری برای اتباع چینی گذاشته بود به استانهای مختلف ایران و همچنان هم ادامه داد. اما چرا جمهوری اسلامی اعلام نمی‌کنه این جریان رو؟ چون ماموریت داره برای کشتن ملت ایران. یک و دو، 9 روز دیگه امتی رو قراره برای 22 بهمن به خیابون‌ها بیاره و اون سیک مسخره رو به نمایش بگذاره. و وحشتش از اینه که اگر مردم بدونن یه همچین جریانی رو، اون امت هم در 22 بهمن شرکت نمی‌کنن و نباید هم شرکت بکنن. ولی چیزی که هموطنان باید بدونن اینه، اگر کشورهای مترقی دنیا میان اعلام میکنن که این ویروس توی کشورهاشون پیدا شده و در حال مداوا و در حال پیشگیری از این ویروس هستن، به خاطر اینکه تجهیزات بالایی دارن، داروهای بالایی دارن و در مقابل جامعهشون مسئولن. اما جمهوری اسلامی که هیچ گونه مسئولیتی در مقابل ملت ایران گردن نمیگیره و از حداقل تجهیزات و دانش پزشکی و دارو برخوردار نیست و از اونجایی که تمام لوازم پزشکیشون هم چینی هست و دست دوم چینی هست و
اسقاطهای چین رو و داروهای تقلبی رو وارد میکنه، بنابراین فکر مداوا نباشید که فکر کنید که یکی میره بیمارستان و مداوا میشه. اینجا بر ملت ایرانه که دیگه برن و الان به فکر خودتون، خانوادتون و زن و بچه‌تون باشید. مدارس ایران باید تعطیل بشه، دانش آموزان رو نفرستید به مدرسه، ادارات باید تعطیل بشه، مراکز عمومی باید تعطیل بشه، بازارها باید تعطیل بشه. دیگه به فکر سلامتی خودتون باشید، چون کسی نیست که شما رو به قول معروف در برابر این ویروس و در برابر این بلا محافظت کنه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم خودش رو آماده کرده، قبرهای زیادی در سراسر ایران از قبل آماده کرده و حتی اعضای بدن اون افرادی هم که قرار قربانی بشن از قبل اینا پیش فروش کردن. بر شما ملت ایرانی که مقابل ویروسی به اسم ویروس مولاتاریا که از همه خطرناک‌تره ایستادگی کنید. بله دوستان، این ویدیو مربوط میشه به 13 بهمن 2578، مربوط به امروز نیست، تأکیدن 13 بهمن. این صحبت هایی بود که جناب قاسمی داشتم و امشب 3 بار پخش کردیم و در ادامه جناب قاسمی صحبتی دارید از برنامه یا بریم سراغ قسمت دیگه؟ فقط من یه مطلب رو بگم، اون رسانه، اونایی که ادعا میکنن رسانه مستقلن، از این وقتی من ویدیو میذارم یا جناب کماکول ویدیو میذاره، این هماهنگ شده است دوستان توی رستاخیز. حالا یا جناب کماکول وقت داره میذاره یا من وقت دارم میذارم یا هر دو میذاریم، این منظور اینه که موضعی که رستاخیز در اون تاریخ گرفته شده و اگر این رسانه مستقلی وجود داشت خارج از این مافیا که نداره، حداقل به زبان خودش میومد فکر میکرد. اینو توی فضای مجازی دیگه الان تمور عباس آقا چند تا لایک داره و همشون میذارن توی رسانه ها، دیدید دیگه کلیپ مسخره بازی باشه همشون هم دارن پخش میکنن. ولی چرا یه همچین چیزایی رو نمیام به مردم بگم؟ توی این ویدیو صحبت از قبرهای آماده شد. 13 بهمن خیلی ها خندیدن، خیلی ها خندیدن. میخوام بهتون بگم که فقط مردم ایرانن که میتونن خودشون نجات بدن و اگر این رسانه ها نبودن، باور کنید جمهوری اسلامی همون سال 88 کارش تموم شده بود، رفته بود، ولی این رسانه ها نگرش داشتن. بریم جام تماکنوی سراغ برمیگه دوست. خب دوستان، خدمتتون عرض کنم که ما در ادامه پروژه سیمرغ طلایی کماکان تا الان حدود 60 خورده ای از همیهنانمون از هر جایی که تونستن، برخیاشون خب داخل ایران هستن، ما داریم یک لیستی رو آماده میکنیم که اسامی ها رو منتشر کنیم. اونایی که داخل ایران هستن با اسامی مستعار، شاید با چند تا نقطه اشاره بشه بهشون، و خیلی هم از خارج از ایران به جمع ما پیوستن و این افتخار رو دادن که در این پروژه سیمرغ طلایی در کنار همدیگه باشیم و این مبارزه رو با همدیگه انجام بدیم. کسانی که تمایل دارن در پروژه سیمرغ طلایی شرکت کنن، معطل نکنید، تعلل نکنید، سعی کنید رای که این فسیلای 57 در طول این 41 سال رفتن تا جمهوری اسلامی رفت، حداقل شما ها نرید. اگر واقعا دغدغه ایرانو دارید، بجنبید، دستتون رو بزنید روزانوتون، نه ترام نه هیچ کس دیگه ای وجود خارجی نداره که بخواد بیاد و ایران رو برای من و شما آزاد کنه. این من و شما هستیم که باید دلمون برای کشور خودمون، برای مردم خودمون، برای خاک کشورمون بسوزه که بیایم آزادش بکنیم. شماره پیپلی که در پایین صفحه میبینید از ابتدای برنامه هم بوده، شماره کمک‌های مالی. بسیاری از دوستان زحمت کشیدن و کمک‌های رو ارسال کردن، اما ما برخلاف اون چیزی که شهرام شارلاتان انجام میده و اسمای تقلبی میگه، اسامی تا خودشون اعلام نکنن اوکی ندن، ما اسامیشون اعلام نمی‌کنیم، به دلیل اینکه خیلی ها دوست ندارن بدونن که دارن کمک مالی میکنن. اما ما از یکایک این عزیزان سپاسگزاری میکنیم، قدردانی میکنیم و امیدوار هستیم که همیشه در مسیر میهن‌پرستی به نفع کشور، به نفع مردم ایران گام بردارن و همیشه تنشون سالم باشه. موضوع بعدی جناب قاسمی بفرمایید، شما یه چیز دارید؟ من فقط اینو بگم که دوستان، این سیمرغ طلایی و بازی دار دیدم یه سریای منامر نشستم که این سیمرغیان حالا اومدن ببینیم سیمرغ طلاییشون چی و فلانه. نه، خیلی از این چیزا رو تاریخ در موردش صحبت می‌کنه، مخصوصا بازی دارت در سیمرغ طلایی رو. ولی اولین حرکتی که این مجموعه انجام داد، یک بار دیگه اینو خلاصه میگم،
اولین حرکتی که انجام داد مردمان اون منطقه رو شاید خیلی هاشون رو نجات داد، آگاهش رو کرد. وقتی این نامه ها رو رستاخیز منتشر کرد، ترکیه، عراق، کویت، این ورانبر همه مرزاشون رو بستن، مسافرها رو چک کردن توی کانادا و امثال اینها، رفت این ویروس رفت و تونستیم تا حدودی جلوی اینو بگیریم. از همه مهمتر مردم داخل ایران رو آگاه کرد که این دروغ‌هایی که جمهوری اسلامی و اپوزیسیون فکرش از خارج از کشور میگه دروغه و واقعیت چیزی دیگه است و بازی میلیاردی جمهوری اسلامی در انتصابات رو، اولین کاری که این طرح کرد این بازی رو برهم زد، این حباب و ترکون و سناریوی کثیف جمهوری اسلامی رو نقشه بر آب کرد. یک قسمت کوچولویش بود، گفتم تاریخ در موردش صحبت بکنم. بفرمایید. بله، خدمت رو عرض کنم که یک ویدیوی از شاهنشاه آریامهر است که در پایان برنامه بعد از خداحافظی من و جناب قاسمی براتون پخش میکنیم، ببینید. و بعدش هم که پایان برنامه است. این ویدیو بسیار بسیار مهمه، صحبتهایی که تا الان از شاهنشاه آریامهر نشنیدید در رابطه با رسانه‌هایی که وابسته به یهود هست و یهودیا چه بلایی سر ایران آوردن توسط رسانه‌های مافیایی که دارن، خوب گوش کنید. اینا صحبت های رستاخیز سیمرغ، سعید قاسمی یا مهران کمالپور نیست، صحبت های کسیه که از کوچیک تا بزرگتون دارید قربون صدقش میرید. همون کسانی هم دارن قربون صدقش میرن که در لباس دوست آمدن تا ضربه بزنن. حداقل گوشای کرتون رو باز کنید، چشمای کورتون رو باز کنید قشنگ، ببینید شاهنشاه آریامهر چی گفت. اینا صحبت ما نیست دیگه. جناب قاسمی های صحبتی ندارید؟ من میرم چرا بذار کامل کنم، چون الان شما دوباره من و شما صحبت از یهود کردیم، حالا یه سری دوباره کهیر میزنم. ببینید، همون جوری که احزاب کردنما اومدن خودشون رو کرد معرفی میکنن و صحبت از استقلال میکنن، مافیا و جریان های مافیایی معمولا خودشون میاد همه یه جماعتی میکنه که اون کل اون جماعت رو دربر بگیره. وقتی صحبت از این جریان میشه، همینجوری که الان جواب کمالپور گفت، این صحبت شاهنشاه آریامهره. اگه ایشون هم یهود ستیز بوده، خب برید بگید ایشون هم یهود ستیز بوده. این صحبت سیاسیه. وقتی شما صحبت سیاسی میکنی، باید بدونی چی داری میگی و اون طرف بفهمه، درک کنه که شما چی داری میگی. بنابراین این بحثا و این صحبت ها نه اسرائیل ستیزیه، نه یهود ستیزیه، نه فلان. ما کشورمون ایرانه، دشمنمون رو باید بشناسیم در چه لباسی پنهان شده. حالا این لباس میتونه لباس کردی باشه که بگه من کرد تجزیه طلبم، میتونه لباس عربی باشه مثل یارو بنی تروف که میره دیشتاشه عربی عربستانی میپوشه توی ایران اینترنشنال، و میتونه توی مافیایی باشه که این مافیا خودشو مثلا میشناسونه به یه قوم یا به مذهب خاصی. بنابراین اینا رو لطفا دقت کنید، تعصب‌های خرکی خشک رو بریزید سطل آشغال، واقعیت رو ببینید. واقعیت چیزیه که ملت ایران 41 سال گروگانم و کشور ایران داره نابود میشه. روی تعصبای خشک بعضی ها، چپ و چلاغایی که دارید میبینید توی این اپوزیسیون و امثال اینها و رسانه‌هایی که ادامه داستان ها. من سپاسگزارم از جناب کمالپور. این ویدیو شاهنشاه رو دوستان گوش کنید، حتما منتظر خبرهای بسیار بسیار. چند وقت پیش بود، شاید یک ماه و نیم دو ماه پیش بود، یه پستی هم من هم مهران کمالپور گذاشتیم، منتظر یک سورپرایز وحشتناک برای مردم ایران باشید. روی صفحاتمون هست، میتونید ببینید. خیلی از چیزا رو شاید نشه به زمانش گفت، ما سعی میکنیم بگیم. حالا اگر گرفتن گرفتن، اگرم نگرفتن که دیگه مشکل خودشونه، ولی خیلی از چیزا رو ما خیلی جلوتر از اتفاقش اومدیم گفتیم، از جمله نسل‌کشی ایرانیان که از عید نوروز هشتگ نسل‌کشی ایرانیان رو رستاخیز سیمرغ گذاشت. میتونید برید روی همین صفحه رستاخیز. به بونس شهرام شارلاتان همسر اینا نیستی که بگیم اینجا کره زمینه، وسط کره زمینه، باور نداری برو متر کن. نه، رو همین برگه های رستاخیز یه بار پایین بکنید، پسته چند ماه پیش ما رو همه رو میتونید ببینید. سپاسگزارم جناب کمالپور، از همه دوستان عزیز سپاسگزارم. لطفا برگه های رستاخیز سیمرغ دوستان، خواهشی که ازتون دارم، صفحات رستاخیز سیمرغ توی تلگرام رستاخیز آندرلاین عدد سیمرغ، توی اینستاگرام رستاخیز سیمرغ به انگلیسی، توی فیسبوک همین برگه رستاخیز سیمرغ و توی یوتیوب رستاخیز سیمرغ رو سرچ کنید، برید کانالای رستاخیز رو فالو کنید. اتفاقات عجیب غریبی در آینده نزدیک میفته که
شاید شما جزء اولین یا دومین یا چندمین نفری باشید که ازش آگاه میشید. برید این کانال ها رو تقویت کنید، توییتر @ مهران کمالپور و @ سعید قاسمی. میتونید برید توییتر ها ما را بقول معروف فالو کنید، برای دوستانتون بفرستید، دیگران رو دعوت کنید. سعی کنید ما خودمون دستمون رو بدیم دست هم. آخرش هم توی پرانتز، اگر هر کمکی از دستتون برمیاد برای خانوادهتون داخل ایران، حتما یه مقدار پول براشون بفرستید، بگید برن خرید کنن، که لااقل از نظر قحطی که در راهه بتونن یه مدت خودشون رو سرپا نگه دارن تا ببینیم چه اتفاقی میفته. شب و روزگارتون خوش. سپاس دارم کمالپور، پاینده ایران، جاوید شاه، مثل همیشه خدا نگهدار. قربانت سعید جان، بدرود. منو قربان بدرود. بله دوستان، خدمتتون عرض کنم که فقط یه مطلب به این بزبز قندی لندن و این اراذل و باش و اینا بگم که علکی وقتتون رو تلف نکنید، مردم رو سر کار نذارید. به پرپای ما هم هرچی بپیچید فایده نداره، از اون بابا لندراز وین گرفته تا نمیدونم شهرام شارلاتون گرفته، هرکی هیچ فرق نمی کنه. من و سعید قاسمی بیوقفه یه تیمی هستیم با دوستانمون، چه در داخل کشور چه در خارج از ایران، در رستاخیز سیمرغ واسطادیم، داریم کار میکنیم. کاری نکنید پرامون به پرسون بگیره. شماها هستید که منافعتون به خطر میافته. ما دو نفر چیزی برای از دست دادن نداریم. اون حالا تیممون که پویستره که خب کسی نمیشناسدشو، اما این دو نفری که رو خاکریز جل دوربین هستن چیزی برای از دست دادن ندارند. شماها هستید که خیلی چیزاتون از دست میدید. میخواید امتحان کنید این گوی و اینم میدان. اما دوستان در رابطه با این کمک مالی، ما دو بخش داریم، اینو یادم رفت بگم. یه بخش داریم که مربوط به پروژه سیمرغ طلاییه، یه بخشی هستش که دوستانی که زحمت میکشن به خود سازمان باورمندان، به سامانه پادشاهی یا رستاخیز سیمرغ کمک میکنن. اینو لطفا مشخص کنید در زمان واریز یا تماسی که میگیرید با حالا من یا جناب قاسمی یا با بانو سالار، که بدونیم در رابطه با نیروهای درون مرزی، در رابطه با کدوم قسمته. یه مطلب میخوام بگم، من یه سوال برام مونده. اینایی که دارن الان یادم افتاد، اینایی که دارن کمک جمع میکنن تو آمریکا و تو اروپا که ماسک و اینا رو بفرستن ایران، پول جمع میکنن، ماسک جمع میکنن، میشه لطف کنید این نحوه ارسالش هم بفهمید که چجوری ارسال میکنید، تا این کشورها بتونن حداقل دارو ارسال بکنن، بتونن خیلی چیزای دیگر رو ارسال بکنن، باز به نام مردم، باز با اسم مردم، با اسم کمک کردن به مردم وسیله دارید جمع میکنید. برای کی آخه؟ یه خورده شرم و شرف و حیا خوب چیزیه. دوستان بریم ویدیو شاهنشاه آریامه رو ببینیم. سپاس از اینکه نزدیک به 4 ساعت همراه ما بودین در این برنامه. طبق معمول همیشه بهترین ها رو از طریق قلبم برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی برافراشته با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است. تا برنامه دیگر، بدرود. حالا برای انجام این مصاحبه به تنها هتل جزیره کنتادورا اومده. در بخش‌های پخش نشده این مصاحبه، شاه برای اولین بار ناگفته‌هایی رو از ماهای پایانی سلطنتش بیان میکنه که تا قبل از این در هیچ جا از اونها سخن نگفت. Representing all shades, especially the opposition people. I
tried very hard on my work, very hard on that, but it did not come through. And do you think that Mr. Sharif Amami initially at the beginning did the right things or not? Well, you can say yes and you can say no, because it was surrendering on all fronts to everyone, opening the jails and giving freedom to all, and at the same time asking for martial law. So it was a mockery. We had officially the martial law, but it was not put into practice. At what point, you said yesterday from September onwards, but was it really from when Sharif Amami was appointed? At what point did you decide to step back? I mean, Sharif Amami's actions were his actions, yes, or your actions? You know, with this government, they started to be on their own completely. He would come and see me, obviously. He would telephone to me. But the question of what the system that used to work before was absolutely changed. They would adopt and decide about things that they would never even report to me. Was there a time when you privately said to yourself, I may have to leave, before anyone suggested it to you? I was rather thinking that you know, like an end to something. Without thinking of going, you were thinking maybe this is the end of an era. Of something. Of me, of an era, or of something. So the question is that all those forces which were liberated, and we should have established this beautiful democracy, where are they today? And I said, as I said, either outside the country or in hiding, 1.5 million people, Iranians, have left the country. Not only the rich people, but the best brains of the country, the best minds of the country, they have all left. Everybody who can leave the country is leaving the country. So where are those people in the Bar Association and in other places who were promising democracy and these things? Where are they today? You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even manipulation, which is very far from my nature. They're adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear. With I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979. A patriot must think of the future. I'm thinking of the year 2000. If we kept our youth and our population out of the orbit of the new technology, how could we be competitive with the rest of the world in the year 2000? Unless
we are ready to fall in the category of the fifth or sixth great nations. Now they say that boys of 15 and girls of 13 could marry. Population explosion is 3.2 already. Soon it will become, I don't know, in the category of 5 to 6%. How are they going to feed these masses? Especially if what now is making the wheels turn somewhat, that his oil money will be finished. It's only through technology and mastering the science and the future of the world is based on technology and science. And this is only in the Western world that you could find. So the man is not thinking of the country or his future, only about his hatred against me. I'm thinking of the country, of our people, of our future, and he's just want to destroy what I am. That's the difference. And when I tell you, Mr. Frost, that I still cannot understand, I will repeat that again. I still cannot understand what has happened. If you had your time as Shahanshah over again, those 37 years, what would you have done differently? Well, now probably I will say a few things, because something went wrong, obviously. And in addition of either saying the truth or making yourself excuses and all kinds of things to defend yourself against the failures. But probably in addition to all the intrigues from within and without, something has gone wrong. And this is what I think about. I have recently published a book in which I elaborate on some of these subjects, but I will tell you now that either we started a little too late the liberalization program, or we started a little too early and too fast. Either we should have started it in 1973 instead of 75 or 6. Or at a time of crisis, when we were seeing that things were moving in the direction of complete chaos and anarchy, then to take our time first to reestablish law, order, and the execution of rule, implementation of rule, and then start to liberalize again. It's one of those two things. But I was following my inner instincts. How do you think future generations of Iranians will view your 37 years? The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out. In any case, sooner or later. And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you? 50 years, I hope it will be sooner than that. Well, whenever, I was saying, how will
your people after a period, judge you? Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left. Do you feel that your people let you down, or that you let your people down? First of all, when we say the people, we cannot talk about all the people. That's absolutely not true. I can say that the silent majority remains silent. And if I let my people down, it was for the purpose that I tried to explain, that a king cannot be a dictator and that a throne could not be based on blood. This is my only explanation for what it is worth. Did your people let you down, do you think? Well, the majority remained silent. Is the worst thing about being here thinking of your homeland? Well, here or anywhere outside my country is the same. The question is that you cannot stop thinking about your own country. What do you miss most about it? What I miss, or what makes me really cry, is that we could have been this year, surely by the end of 82, something quite viable. And what are we now? What has it served? A religion? Democracy? Human rights? The rule of the people? I think that's a very...